نه زیستن نه مرگ غروب سپیده بر اساس خاطرات زندان ایرج مستاقی قسمت چهل و ششم بین گفتگو با مهدی درباره قضیه تاره و آنچه که پیش آمده بود سوال کردم. مهدی بهتر از هر کس در جریان امر بود و می توانست روشنگری کند. متاسفانه وی با همان منطق تودهیش شروع کرد به سرهم کردن یک مشت توجیهات خنددار و مزهک که در تبلیه هیچ اتاری پیدا نمی شود. می گفت تاره ناگهان به یاد نامزد یا همسرش تردید از من است. مطمئن نیستم کدام یک. افتاده و دچار نوعی مالی خولیا و پریشان حالی و حمله عصبی می شود. وی در این شرایط فکر می کند که نیاز به نوعی خون و یا مداوای ویژه دارد. مهدی این قضیه را چنان پریشان می گفت که نمی دانست نیاز به خون و درمان ویژه را عمده کند و یا حمله عصبی را. به هر حال طبق روایت مهدی تاره به پاسداران مراجعه کرده و از آنان تقاضای کمک می کند. او را در موقعیتی خطیر در حالی که بی فامین مود آنها از شرایط به وجود آمده سو استفاده کرده و میگویند اگر می این خون را به تو تزریق کنیم و نجاتت دهیم باید مسائل بند را بگویی و او در حالی که دچار پریشان حالی و عدم کنترل بر سیستم عصبی و مغزش بوده بی اختیار از آنچه که اطلاع داشته سخن میگوید و این مسائل پیش میریید زیر چشمی و به شکل بسیار متعجبانه و حیرت زده ای او را نگاه کردم و تنها گفتم آیا انتظار داری با پنج سال سابقه زندان و دیدن صدها مورد و سرگذراندن تجربه های گوناگون این روایت را باور کنم؟ آیا خودت به این داستان باور داری؟ هیچ حرفی نزد و سکوت کرد. خودش بهتر به ساده لوحانه بودن سناریو واقف بود. ولی در آن شرایط برای توجیه عمل تاره چیز دیگری به ذهنش نرسیده بود و یا اینکه هنوز در دستگاه تبلیغات از نوع روسی سیر میکرد این حرف را بسیار نرم و در ابتدای پاسخم گفتم و سعی کردم پرده نکنم و منتظر واکنش وی و دفاعی که از موضوع می کند بمانم تا این بار به شکل دیگری با او برخورد کنم چرا که مطرح کردن داستان از این دست به معنای احمق فرض کردن شنونده و توهین به هوش و فراست وی است خوشبختانه او خاموش ماند و هیچ چیزی نگفت سکوتش برای من به نوعی حکایت از پس گرفتن داستانش بود شب بچه‌ها بچه ها دور هم جمع شدند و به خواندن تصنیف ترانه سرود و شعر پرداختند مهدی حسنی پاک نیز شعر معروف به چرک مینشیند خنده را خواند و بعد هم ابراهیم در آتش را به یاد مهدی رضایی خواند و روی این مسئله تاکید کرد تلاش میکرد به نوعی با ما همراهی و همدلی کند و با این کار رضایت و اشتیاقش را از حضور در جمع ما نشان دهد که با استقبال از سوی بچه ها روبرو شد کسی مشکلی با او نداشت و او خود نیز بسیار فهمیده تر، آگاه تر و منطقی تر از آن بود که بخواهد فرصت به دست آمده را از دست بدهد. دیری نپایید که ما را در نهم اردیبهشت ماه به بند چهار واحد یک منتقل کردند بند مجرد شش را نیز منحل کرد و زندانیانش را به آنجا انتقال داده بودند بند شده بود ترکیبی از بچه های بند های شش، یک، چهار و دو ترکیب مختلف افراد به هم ریختگی های زیادی را در روابط ایجاد کرده بود زندانیان مجاهد بند چهار از یک تشکیلات نسبتاً منسجم در میان خود برخوردار بودند و دوران حاج داوود را با کمترین تلفات پشت سر گذاشته بودند شیوه های متفاوت زندگی افراد در بندهای مختلف باعث میشد شد مسائل گوناگون و پیش بینی نشده ای را به وجود آورد و حتی باعث رنجش هایی در میان زندانیان مجاهد شود رسیدن به یک تعادل نیاز به گذشت زمان داشت از طرفی میشد حد زد شرایط موقتی است و از بند چهار به عنوان یک ترمینال جهت تقسیم افراد استفاده می شود. من در آسمان ها سیر می کردم. دوستان قدیمی را می دیدم و می توانستم با آنان درد دل کنم. از همه مهمتر دوباره جلال کزازی را می دیدم. شیرین ترین روزهای زندگیم با او شکل گرفته بود و یادآوری آن خاطرات و حضورش در کنارم مرا به اوجها می بود. از خوشحالی چند روز دچار پریشانی بودم. این همه از بچه ها، این همه خاطره، این همه لحظه های شیرین و دردآور و گویی خوشبخت در این فرد روی زمین بودم. به هیچ چیزی نمی جز مصاحبت هرچه بیشتر با دوستانم و لذت بردن از حضور آنان در کنارم. من رو به اتاق نه فرستادند که تازه تشکیل شده بود. تلفیقی بود از بچه های بند های مختلف و من شدم مسئول اتاق. دوستان قدیمی دوباره دور هم جمع شده بودیم تا آمدم به خود بیایم جلال دستم را گرفت و کشان کشان به حیات برد و در گوشه نشان و با محبت هرچه تمامتر موهایم را اصلاح کرد. من هنوز بعد از گذشت سالها وقتی میخواهم موهایم را اصلاح کنم به یاد آن روز میافتم و به یاد بچه هایی که موهایم را در طول سالیان زندان اصلاح کردند. دوستانی که دیگر در میان ما نیستند. به همین دلیل همیشه موقع اصلاح کردن دچار پریشانی و استراب می شدم و دائم آرایشگر را که غالبا از میان دوستان و آشنایانم است تحت فشار میگذارم که زودتر کار اصلاح را به پایان برساند. جلال در همان حال اصلاح کردن دائم از خواهرش فاتی که برایم بسیار عزیز بود صحبت می کرد و از آخرین ملاقات مادر با او می گفت. چند بار دستش لرزید. آن وقت کار را ول کرد و شانه هایم را ماساژ میداد از قدیم و از وقتی که خودمان را شناخته بودیم دوستی عمیقی بین ما حاکم بود مادر را سالها بود ندیده بودم دلم لک زده بود برای دیدنش همیشه دوستش داشتم جلال گفت مادر بعد از اعدام تنها دخترش فاتی به شدت خورد شده است نمی توانستم حال و روزش را تصور کنم بی اختیار به یاد روزی افتادم که در سال 59 او و فاتی را به نزد خانم دکتری که میشناختم برده بودم. برای معرفی آنان و احوال پرسی با خانم دکتر همراهشان به اتاق معاینه مراجعه کردم و قبل از ترک اتاق از خانم دکتر پرسیدم فکر می کنی مادر چند سال سن دارد؟ نگاهی کرد و گفت پنج و پنج سال چیزی در این حدود سرم را به علامت نفت تکان داده و گفتم نه فقط سی و سال دارد با تعجب پرسید پس چرا اینجوری شده است؟ مانده بودم که چه جوابی بدم؟ فاتی مداخله کرد و با غرور وصف ناپذیری گفت ما برای همین مبارزه می کنیم که دیگر مادر 38 ساله 55 پنج پنج ساله نشان ندهد همه تلاش ما در تحقق همین نکته خلاصه شده است بعدها همیشه به گفته فاتی فکر می کردم از این بهتر نمی شد در یک جمله هدف از مبارزه را به این زیبایی و با این لطافت بیان کرد چنان گفتش در خانم دکتر تاثیر کرده بود که هرگاه مرا میدید سراغ او را می و جویای حالش میشد. دو روز بعد از انتقال ما به بند چهار یازدهم اردیبهش و روز کارگر بود. تمامی اتاقها مراسم ویژه جهت بزرگ داشت روز کارگر و مناسبت فوق داشتند. ما نیز بدون برنامه ریزی قبلی دست به کار شدیم. از برگزاری تئاتر گرفته تا خواندن شعر و سرود و ترانه انگار همه چیز از قبل آماده شده بود. فرشید جعفری که دچار بیماری روانی پیش ای بود، هم اتاقمان بود. برگزاری جشن نیمه شبان می محرکی باشد برای تشدید بیماری او، برای اینکه خود را امام زمان میپنداشت از طرفی فکر می کردم اگر در اتاق باشد ممکن است اختلالی در برگزاری مراسم به وجود بیاورد. از یکی از بچه ها خواستم که وی را در حیات سرگرم کند. او تا اواخر مراسم موفق شده بود فرشید را در حیات سرگرم کند ولی بالاخره فرشید تاب نیاورد و به اتاق بازگشت برخلاف انتظارم بسیار محترمانه در مراسم شرکت کرد در تمام مدتی که فرشید حضور داشت دل توی دلم نبود او نیز مرا میپایید و گاهی لبخند شیطنت آمیزی میزد در خاتمه مراسم در حالی که اجازه صحبت کردن خواست رو به من که مسئول اتاق بودم و از قبل روابط خوبی با من داشت کرده و گفت ایرج جان خیلی ممنون خیلی ممنونم از محبت و مهربانیت از اینکه در این شرایط همچنان به فکر من بودی و روز تولد مرا جشت گرفتی سپاس گذارم. هنوز صحبت های او تمام نشده بود که شلیک خنده بچه ها اتاق را پر کرد. او حواسش بیشتر از ما جمع بود. فرشید گاهی اوقات برایم درد دل میکرد از جمله گفته های بسیار نقزش این بود که شرایط دوران حاج داوود را به دوران روم باستان تشبیه می و قزل حصار را به کلوسیوم و می ما زندانیان حکم گلادیاتورها را داشتیم که مشتی حیوان وحشی را به جانشان می و بزرگان شهر نیز آن بالا می و ابراز خوشحالی می گلادیاتورها این حق را داشتند که در مبارزه برابر برای زنده ماندن با حیوانات وحشی بجنگند و میدانستند که پیروز میدان نیز زنده خواهد ماند ولی حاج داوود مشتی حیوان وحشی را به جان ما انداخته بود و ما باید کت بسته در مقابل آنان حاضر می شدیم و حتی حق دفاع از خود را نیز نداشته باشیم بعد از من می پرسید درست می گویم یا نه چند بار به او گفتم هیچ تعریف و توصیفی از این زیباتر و کاملتر نسبت به شرایطمان در دوران هاج داوود نشدیدم تاثیرات آن روز کار خودش را کرده بود فرشید برایم تعریف کرد که در اولین ملاقات با خانوادهش گفته است که دیگر زمانش فرا رسیده است و او میبایستی در قالب امام زمان ظهور کند وی از آنها خواسته بود که در ملاقات بعدی یک شمشیر برایش بیاورند تا در جمعه هفته بعد در نماز جمعه قیام کند و جهان را پر از عدل و مساوات کند. من همیشه از او میخواستم که این موارد را نوشته و به مسئولان زندان بدهد تا بلکه به وضعیت اسفبار وی برد و او را آزاد کند. یک بار نامه ای نوشته بود مبنی بر اینکه فردی که خواهان ازدواج با وی میباشد نمیتواند تا ابد منتظر بماند. از این جهت وی خواستار آن است که به همراه دو پاسدار به مرخصی رفته و وی را به عقد خود درآورد فرشید تاکید کرده بود مخارج پاسداران را تقبل کرده و آنها بدون پرداخت وجهی حق شرکت در مراسم عروسی او را خواهند داشت در خاتمه تهدید کرده بود اگر با پیشنهاد وی مخالفت شود هفت عدد از شیشه های زندان را با سنگ هایی که از قبل تهیه کرده است خواهد شکست تأکید کرده بود برای آنکه به شورش و تقیان متهم نشود 260 تومان پول شیشه های مزبور را نیز در جوف نامه قرار داده است با تشویق من نامه را به پاسدار بند تحویل داد ولی خبری از واکنش مسئولان زندان نشد دریق از ذره درک و شعور او سالهای بعد نیز همچنان در زندان بود و از همه سوی رنج می برد. ای ها در حیات بند به شکلی علنی تجمع کرده و در حالی که افراد کمیته مرکزی را دوره کرده بودند روز کارگر را گرامی داشتند. همانطوری که پیشتر نیز توضیح دادم رژیم حساسیتی روی اعمال و مناسبات زندانیان ای نداشت و سختگیری معمولی نیز در این رابطه نمی کرد و به سادگی از آن می گذشت. البته ناگفته نماند که این روابط در میان تودهی به دوران بعد از حاج داوود و رواج نهزت دوم خورداد در زندان برمیگرد چرا که در دوران پایانی حاج داوود اکثرا تودهی هایی که قزل حصار منتقل شده بودند به شدت خود را مقید به رعایت موازین و شاعر مذهبی نشان داده و برخی دائم به خواندن قرآن و مفاتیح مشغول بودند کار تا آنجا بالا گرفته بود که خانواده بعضی از زندانیان نظامی برایشان سجاده نیز آورده بودند و آنها نمازشان را بر روی سجاده به جای می آوردن. از نکات قابل ذکر بند چهار باغچه و سبزیکاری حیات بند بود از آنجایی که کود در زندان نبود و خاک نیاز به کود داشت مانند همه موارد دیگر مشکل با نوآوری بچه ها حل می شد سطرهای ویژهی در توالت قرار داده شده بود و شبهایی که شام عدسی بود مسئول باغچه به اتاقها رجوع کرد و تقاضای اجرای همت عالی را میکرد منظورش این بود که افراد ادرارشان را در آن انجام دهند سپس با اضافه کردن مقدار معینی آب به آن محلولی به دست میآورد که از آن به جای کود برای باخچه ها استفاده میکرد به گفته مسئول باخچه مواد غذایی درون دانه های عدس که مقداری از آن با ادرار دفع میشد برای تقویت خاک بسیار مناسب بود اداره بند توسط زندانیان و پایان حاکمیت توابان هنوز در بند چهار جا افتاده بودم که به همراه عده دیگر به بند یک واحد سه منتقل مان کردن به جایی که سابقا یک سالی را در آنجا سپری کرده بودم در زندان تلاشم این بود که به جایی دل نبندم چرا که می دانستم هر آن امکان دارد جا به جای کنند و دلبستگی های زیاد ممکن است تولید افسردگی کند. همیشه انتظار داشتم دیدار از عزیزانم کوتاه باشد و شرایطی که در آن به سر می برم به سرعت تغییر کند. در ابتدای ورودمان به بند یک که بسیار تغییر کرده بود ما را به مسجد بند بردن. مسئول بند فردی به نام درویش که گفته میشد از نزدیکان بنی سج بوده است به استقبالمان آمد. و تلاش کرد که خود را فردی بسیار دلسوز، منطقی و دوستدار زندانیان جلوه دهد. الحق که فرد بسیار خونسرد و سرد و گرم چشیده ای بود. وقتی از من اتهامم را پرسید، با تحکم گفتم مجاهدین. وی لبخندی زد و سرش را تکان داد. به انگام تقسیم ما در اتاقها مرا هم اتاقی خودش قرار داد و در حالی که لبخندی بر لب داشت و تلاش میکرد دوستانه به من نزدیک شود گفت میخواهم نشان دهم که می توانیم در کنار هم زندگی کنیم بیدرنگ گفتم تصور این را که روزی با شما هم اتاق شوم از سرت بیرون کن با شما در یک قبر هم نخواهم خوابید چه برسد به زندگی در یک سلول او هیچ واکنش تندی نشان نداد و با خونسردی دوباره گفت ولی غیر از زندگی در اتاق ما امکان دیگری وجود ندارد من نیز با سماجت حرفم را تکرار کردم ساعتی نگذشته بود که پاسدار پهلوانی که افسر نگهبان بود و فرد معقولی به نظر می رسید مرا خواست و پرسید چه اتفاقی افتاده مثل اینکه مشکلی پیش آمده است مسئول بند مرا در جریان گذاشته است گفتم لابد پاسخ مرا هم گفته است که حاضر نیستم در یک گور با آنها باشم اتاق که جای خود دارد پهلوانی گفت قصد آزار شما در بین نیست فعلا اتاقها جا ندارند شما یکی دو روزی به اتاق آنها بروید تا من خودم شما را به اتاق دیگری بفرستم با او به مجادله نپرداختم و تنها گفتم خیلی ممنون از حسن نیتتان تا آن زمان من در زیر خش و یا مسجد بند زندگی خواهم کرد ولی به اتاق آنان نخواهم رفت و راجع به این موضوع نیز دیگر حرفی ندارم پهلوانی گفتگو را بی حاصل دید و بند را ترک کرد ولی چند دقیقه بعد مرا به اتاق دو که روبروی اتاق مزبور بود فرستادند. مقامات زندان در آن شرایط به هیچ وجه قصد درگیری نداشتند و تمام تلاششان اداره زندان بود. از میزان نفرت و کینه بچه ها نسبت به توابان به خوبی آگاه بودند و به همین دلیل سعی کرده بودند از درویش استفاده کنند و حالا می دیدند او نیز یک زندانی است و با همه ویژگی هایی که دارد نمی تواند بند را اداره کند. در آن شرایط نمیخواستند اداره بند را مستقیما و رسما به دست زندانیان بسپارند ویش روزها پشت بلندگوی بند که روزی از طریق آن مجبور به شنیدن صدای گوشخراش آهنگران و نوحه های او بودیم نوار زیبای نینوا را پخش میکرد شنیدن موسیقی اصیل ایرانی چیزی بود که به خواب هم نمیدیدیم ولی گویا مسئولان فرهنگی زندان حسین شریعت مداری و حسن شایانفر و پیشبرندگان خط دوم خورداد در زندان عواطفشان گل کرده بود و بعد از آن همه فشار و سرکوب برای تمدد اعصاب زندانیان اندکی شادی را تجویز کرده بودند. درویش پشت بلندگوی بند اعلام می کرد بچه های عزیزم تا پنج دقیقه دیگر آب حمام سرد می شود. سریتر خودتان را آب بکشید تا خدای نکرده سرما نخورید. بند یک واحد سه نیز از تلفیق بندهای یک، دو، سه و چهار واحد یک تشکیل یافته بود و به همین دلیل تمامی تضادهای بندهای فوق به این بند منتقل شده بود. از مسائل سنفی گرفته تا سیاسی. تا جا افتادن بند راه درازی در پیش داشتیم. بند مجموعه ناهمگون از زندانیان مجاهد و مارکسیست واحد یک را در بر می زندانیان مارکسیست بند شامل زندانی های قدیمی و تازه دستگیر شده می شدند. توده ها در خلال سرکوب حزب توده در سال 62 دستگیر شده بودند و کشتگری ها کنگره 16 آذر در خلال ضربه های رژیم به این جریان سیاسی در سال های 63 و 64. اکثریتی ها نیز در همین طیف قرار می گرفتند. تلاش توده ها و اکثریتی ها در این خلاصه شده بود که هر طور شده خود را وارد جبهه متحد ضد انقلاب کنند زندانیان قدیمی مارکسیست نیست افراد وابسته به جریانهایی مانند اقلیت پیکار و دیگر نیروهای خط سه و راه کارگر بودند هیچ چیزی در بند سامان نداشت تعدادی از افراد که در بندهای سابق مسئولیت داشتند از جمله مسئولان نظافت و سنفی که پخش غذا نیز به آنان بود همچنان به کار خود مشغول بودند ولی تعدادی از زندانیان مارکسیست آنها را به رسمیت نمیشناختند و معتقد بودند که باید ابتدا به ساکن اساسنامه برای بند نوشته و بعد بر اساس آن انتخاباتی در بند صورت گیرد و مسئولان مربوطه انتخاب شوند علیرغم این که آنها در اقلیت قرار داشتند ولی هیچ راه حل بینابینی را نمیپذیرفتند و خود نیز راه حلی را برای انتخاب مسئولان موقت و پیشبرد کارهای بند تا انجام انتخابات پیشنهاد نمی کردند. آنها تقریبا با همه پیشنهادات نیز مخالفت می کردند. این مخالفت از سوی همه مارکسیس ها نبود. هیچگاه نمی توانستند در یک اتاق به یک موضع واحد دست یابند. چرا که سرآخر چند نفر پیدا می شدند و موضعشان را متفاوت از افراد اتاق می دانستند و اصرار می کردند که نباید به شکلی اتاقی نظر داد. با چنین استدلال هایی ساده ترین امور به چنان گره های ناگوشودنی تبدیل می شد که هیچ سرپنجه تدبیری قادر به گوشودن آنها نبود. کسافت از سر و روی بند بالا می رفت. آب و لجن سطح حمام را پوشانده بود و دیوارهای حمام و توالت ها را جرم گرفته بود. وسایل عمومی و از جمله کتاب های تقریبا چهار بند به این بند انتقال یافته بود. همه چیز روی زمین پراکنده بود. حیات بند به سمساری و یا بازار سید اسماعیل تهران بیشتر شباهت داشت تا حیات بند زندانیان سیاسی. هر کس هر جا که می رسید لباسهایش را آویزان می کرد و وسایل اضافی اتاقش را پخش می کرد. اوزا اصفناکتر از آنی بود که بشود تصورش کرد. هیچ کوششی برای سامان دادن به اوزای در همریختی بند نیز با موفقیت روبرو نبود. کسانی که پیشنهادات گوناگونی درباره تهیه اساسنامه میدادند نیز هیچ تلاشی برای پیشبرد پیشنهادات فوق به خرج نمیدادند گویی قصدی نیز برای حل مشکلات نداشتند در عین حال حاضر هم نبودند که مسئولان قبلی تا تهیه اساسنامه و تایید کلی آن از جانب افراد بند و انتخابات بعدی موقتا به کار خود ادامه دهند بند به کلی آچمز شده بود به شکل بسیار مزهک و در عین حال غیر قابل قبولی حاضر بودند از دست مسئول سنفی بند که انتخاب نشده بود و ادامه مسئولیت سابقش را انجام میداد قضا بگیرند ولی در همان حال حاضر نبودند به نظافت بند بر اساس نوبتی که مسئول نظافت بند برای اتاقها تعیین می کرد بپردازند. سرانجام از سوی زندانیان مجاهد چاره کار در این دیده شد که انتخابات جدیدی در بند گذاشته شود و بر اساس آن مسئولان مختلف انتخاب شوند و سپس به کار تهیه اساسنامه و شرح وظایف پرداخته شود. به این ترتیب قصد پیش برد کارهای جاری بند را داشتیم. تاریخی نیز برای انجام انتخابات در نظر گرفته شد. زندانیان تودعی و اکثریتی با پیشنهاد فوق موافق بودند. در میان مارکسیست ها تنها آنان بودند که می توانستند به شکل جمعی به پیشنهادها پاسخ دهند. بقیه همیشه به شکلی فردی پاسخ میدادند و در بین خودشان نیز هم فکری لازم موجود نبود برای روشن شدن موضوع باید بگویم که ما در زندان جمعی به نام اقلیتی ها، پیکاری ها و راه کارگری ها نداشتیم. بالاخره روز موعود فرا رسید و انتخابات که با تحریم از سوی ای از زندانیان مارکسیست مواجه شده بود برگزار گردید و من به عنوان مسئول نظافت بند انتخاب شدم و سعید جبرائیلی نیز به معاونت من انتخاب شد. انتخابات از سوی ادهی تحریم شده بود و این برای بند و پیشبرد کارهای بند ضعف محسوب می شد. هدف ما شق کردن بند نبود. باید چاری می و پشتیبانی همه افراد بند را به دست می آبردیم. من به تک تک اتاقهایی که انتخابات را تحریم کرده بودند رفتم و با اعلام اینکه ما هیچ هدفی جز به سامان رساندن مشکلات بند نداریم و در این راه هر گونه همکاری و یاری دوستان را پذیرا خواهیم شد هم انتخاب شدن و مسئولیت خود را اعلام داشتم و هم دست یاری به سوی آنان برای پیشبرد امور بند دراز کردم همچنین عنوان کردم هر اساسنامه و شرح وظایفی را که شما تهیه کنید نیز میپذیریم اگر یک قدم پیش بگذارید مطمئن باشید دو قدم پیش خواهیم گذاشت در غیر این صورت حق دارید مرا مورد بازخواست قرار دهید و برای پاسخگویی آماده. برای نشان دادن حسن نیتمان علی اینکه انتخابات را تحریم کرده اید اگر کسی را از میان خودتان انتخاب کنید حاضریم او نیز به جمع ما پیوسته و به کار در کنار ما مشغول شود این نهایت همکاری و حسن تفاهم از سوی ماست در زم به شکلی بسیار دوستانه آن روی دیگر سکه نیز نشان داده و گفتم تلاش نکنید که ما را مانند مسئولان قبلی به رسمیت نشناسید چرا که ما به هیچ وجه ادامه زندگی به شکلی که از زمان تشکیل بند رایج بوده را شایسته زندانی سیاسی ندانسته و حاضر به ادامه آن نیستیم و در این راه اجازه نمی دهیم کسی در نظم ما بی نظمی ایجاد کند. اگر لازم باشد توالت و دستشویی ها را به تعداد افرادی که ما را به رسمیت نمیشناسند تقسیم کرد و در اختیارشان خواهیم گذاشت تا هر طور که خواستند زندگی کنند ولی توجه داشته باشید که ما هم از این حق برخورداریم که چگونگی و نحوه زندگیمان را انتخاب کنیم این دو راه موجود است ما را زندانیان مجاهد به این دلیل انتخاب کردند که تجربه بیشتری از زندگی با شما دارم و به این طریق خواستند حسن نیت خود را نشان دهند و بسیار مشتاق هستند که این راه را با هم برویم و به عنوان نماینده دستم را کاملا باز گذاشتند که هر توافقی را که با شما به آن دست یابم محترم بشمارند کسانی که از قبل مرا میشناسند به حسن نیتم در رابطه با آنچه که میگویم واقفند دیر نپایید که توضیحاتم مقاومت های اولیه را از بین برد و همه افراد بند موافقت خود را با مسئولیت سعید جبرائیلی و من اعلام کردند و مهرداد نشاطی یکی از زندانیان اقلیتی نیست به عنوان همکار ما معرفی شد که پس از مدتی با دیدن حسنیت ما و روی قلتک افتادن کارهای بند از ادامه کار صرف نظر کرد. در همین ایام عباس امیر انتظام را نیز به بند ما آورده و با تجربه ای که منتظری کسب کرده بود وی را به سلول تواب ها فرستاد. او به تازگی از مرخصی بازگشته بود و در گفتگو با تعدادی چند از بچه ها صحبت از فشار سازمان ملل و دیگر ارگان های بین المللی برای ایجاد تسهیلات در امر زندان ها و آزادی تعدادی از زندانیان کرده بود. او چند روز بیشتر در این بند نبود و دوباره به بند زندانیان غیر گروهکی انتقال یافت. چیزی از انتخاب ما نگذشته بود که شرح وظایف مسئول نظافت از سوی ادهی از زندانیان مارکسیست تهیه شد و به اتاقها برای اعمال نظرهایشان ابلاغ شد. در این راه یکی از فعالترین افراد منصور نجفی از اعضای وحدت کمونیستی بود که بسیار مسئولانه و پرکار برخورد میکرد و قدم های اساسی برای پیشبرد امور بند و تفاهم بین زندانیان برمی داره. منصور در سال 67 در گوهردشت اعدام شد و من از داشتن دوست و رفیق عزیز برای همیشه محروم شدم. رفیقی که هیچگاه محبت و صمیمیت بیدریقش را فراموش نخواهم کرد. من در برخورد با افراد اتاقهای زندانیان مجاهد موافقت خود را با طرح مزبور اعلام داشته و توصیه کردم که همگان آن را بپذیرند چرا که مطمئن بودم بعد از چند روز همه را به فراموشی خواهند سپرد توصیه منصور به من نیز تاکید روی همین مسئله بود یکی از موضوعات اصلی شهر وظایف مدت مسئولیت مسئول نظافت بود که دو ماه قید شده بود این تنها ماده ای بود که بعدها کسی در بند نمیخواست به آن بپردازد به ویژه زندانیان مارکسیست چرا که هیچکس اعتراضی به روال اداره بند نداشت چندی از انتخابم به مسئولیت نظافت نگذشته بود که نام تعدادی از افراد را برای انتقال به بند دو خواندند و من نیز یکی از آنان بودم درویش تلاش کرده بود با انتقال من به بند دو از شرم راحت شود چرا که جدا از برخورد با خودش در این بین با یکی از توابان که به داینادر توهین کرده بود نیز دعوا کرده بودم مسئولان زندان به مجرد اینکه متوجه شدند در بند مسئولیت دارم از انتقال من به بند دو سر باز زدند و من همچنان در بند یک ماندم چند روز بعد درویش و توابان قبلی از بند منتقل شده و به جای آنان توابانی جدید به بند انتقال یافتند و مسئولیت بند نیز بر عهده پاسداری به نام منتظران قرار گرفت او دفتری در بند داشت و ساعات اداری را در بند میگذراند و بعد از ساعات اداری توابان مسئولیت اداری بند را به عهده میگرفتند پیش از این مسئولان زندان تجربه اداری بند توسط پاسداران در مجرد شش واحد یک را داشتند بعد از اینکه توابان مجاهد در اداری بند شکست خوردند اداری بند را به توابان مارکسیست به سرکردگی عزیز رامش که اتهام مجاهدین داشت سپردند دیری نپایید که مسئولیت وی نیست با شکست مواجه شد سرآخر اداری بند را به عهده یک پاسدار فاشیست به نام علی شاه عبدالعظیمی گذاشتند. هیچ کاری از توابان ساخته نبود و کسی آنان را در بند به رسمیت نمیشناخت. منتظران نیست کم کم به این نتیجه رسیده بود که برای پیش پرده کارهایش بهتر است با ما راه بیاید. من مسئول نظافت بودم ولی در واقع مسئولیت شیر مرغ تا جان آدمیزاد در بند با من بود. البته در جایی که به نفع زندانیان بود وگرنه میگفتم من مسئول نظافتم و این امور ربطی به من ندارد اولین موردی که با مخالفت من روبرو شد تقاضای منتظران از من برای تعطیل کردن هواخوری به هنگام غروب بود از آنجایی که احساس می کردم این وظیفه پاسداران و زندانبانان است از پذیرش آن سرباز زدم یک بار هنگامی که با منتظران در حال گفتگو بودم یکی از توابان به نام اسقر توکلی که به اسقر مخ معروف بود وارد اتاق شد وی را به عنوان مسئول بند در قیاب منتظران معرفی کرده بودند بلافاصله صحبتم را قطع کردم منتظران متوجه منظورم نشد و در حالی که سرش را تکان میداد منتظر شد که حرفم را ادامه دهم با خون سردی و در حالی که اسقر مخ هنوز در اتاق ایستاده بود گفتم من برای گفتگو با شما به اینجا آمدم از نظر من شما دارای رسمیت هستید وگرنه حاضر به گفتگو با شما نبودم او از نظر من هیچ رسمیتی ندارد و تا زمانی که در اتاق حضور داشته باشد از صحبت با شما نیز معذورم در حالی که دست پاچه شده بود گفت ما که صحبت خاصی نمی کنیم گفتم در هر صورت من ارزشی برای او قائل نیستم و گفتگوی ما در حضور او به منزله ارزش قائل شدن برای اوست و من نیز چنین قصد نیتی ندارم منتظران بلافاصله به او گفت اتاق را ترک کند این اولین و آخرین باری بود که او به هنگام صحبت کردن من با منتظران وارد اتاق شد به سرعت وی و دیگر توابان را نیز به بند کارگری منتقل کرده